یاران مهربان سلام، میخوایم با هم یه فینگر کورن خوشمزه و سریع و راحت درست کنیم و برای این کار سوسیس کوکتل ژاپنی رو انتخاب کردیم. ادویه هامون شامل پودر سیر و پیاز، فلفل سفید، پاپریکا، آویشن، یه قاشق چای خوری بیکینگ پودر و یه کوچولو نمکه، تخم مرغ، آرد گندم و آرد ذرت از هر کدوم 3/4 لیوان و شیر هم 3/4 لیوان. توی ظرف مناسب تخم مرغ ها رو میشکنیم. ادویه ها رو بهش اضافه و همه رو با هم مخلوط میکنیم. شیر رو هم که به دمای محیط رسیده میریزیم داخل تخم مرغ و ادویه رو هم میزنیم تا یک دست بشه. و بعد دو سه مرحله آرد گندم رو اضافه و همچنان به هم زدن ادامه میدیم تا آرد گله گله نشه و در آخر آرد ذرت رو هم میریزیم. دوستان اگر احیانا مایمون رقیق بود، یکی دو قاشق از آرد گندم و آرد ذرت بهش اضافه میکنیم و در نهایت باید یه مایه با این غلظت در این حد به دست بیاد. یه نیم ساعتی بهش رو دمای آشپزخونه استراحت میدیم و در این فاصله میریم سراغ کوکتلای ژاپنیمون. از خلال دندون برای سیخ زدن استفاده و به این شکل عمل میکنیم. خب اینم کوچولوهای خوشگلمون که آماده شد و میخوان برن واسه مرحله آخر. داخل یه قابلمه کوچولو گود و داغ تا اندازه روغن میریزیم که فینگر کورن ها داخل شناور بشه تا خوب سرخ بشن و مطابق کلیپ دونه به دونه به مایه خمیریمون آغشته و داخل روغن داغ سرخش میکنیم. فقط دقت کنید اضافه مایه کاملا ازش بچکه و بعد سرخش کنید. و حتما این کار رو با شعله متوسط انجام میدیم که کاملا مغز پخت بشه و خمیر فرصت پف کردن داشته باشه. و بعد از سرخ شدن رو یه ظرف فلزی مشبک میریزیمشون که هم روغن اضافهش بچکه و هم خنک بشه. فینگر کورن ما آماده است، بپزید و نوشجان کنید و لذت ببرید. خدایا، در این روزگار غریب تنها تو را داریم. پروردگارا، درهای لطف تو همیشه باز است. دستهای من را به سوی آسمانت بلند می کنیم تا میوه های اجابت دعاهای من را بچینیم. و می دانیم دست های من خالی بر نخواهد گشت. به یاد تو قدم در رویاهای من می گذاریم و فقط به تو می اندیشیم و تنها تو را می خوانیم. خدایا بهترین ها را برای من مقدر بفرما. آمین. مخلص همه دوستان عزیز، این از فینگر کورن ما. بریم ببینیم تا سرد نشده عطر و طعمش چیه. سالات بریزم بر شما. دستت درد نکنه. به 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 به، خوراک جشنا، دور همیا، مهمونیا، تولدا، خیلی باحاله. ببین آه بزن تو سس و حالشو ببر. بسم الله. کوچولو کوچولو مغزش هنو داغه. به به، عجب چیزیه. عالی. به به. دوستان این غذا رو میتونید با کوکتل هم درست کنید و همینطور هات داگ. ولی به نظرم این سوسیس ژاپنیا خیلی کوچولو موچولو تر و خوردنش راحت تره. آره یه لقمه. شما تو خالی عجب چیزی شده. خیلی عالیه. چیپس های مهربانه هم بخوریم. دوستان دقت باشه، یه موقع موادتون زیاد نهش قصه نخورید. من یه کاری کردم دور از چشم مهربانی، زیرم قایم کردم نبینه، نمیذاشت نگاه. اینم تحلیلش.
خیلی عالی، هم خاگینه خودمونه. حتی از سس بزن بکن. خیلی خوشمزه است. مواد زیاده من برزید کف تابه یه هم چیز خوشگلی بهتون میده. هم نونه هم غذاه همه چی هم. دوستان همینجا خدمت همگیتون عرض کنم بسیاری از ایده های غذاهای ما از ایشون نشأت میگیره. گفته باشم بالاخره اگر درست کردید خوردید خوشتون اومد بدونید که ایده و خلاقیت از ایشون بوده. مخلص همه ای. خوب شده. عالیه. خدا اینجا همه چی عالیه عالی و جای تک تکتون خالیه خالیه.